السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، با کانال افغان کوکین آشپزی افغانی خودتان خوش آمدین. امروز براتان یک مربای از پوست تربوز در نظر دارم. خدا کنه که خوشتان بیاد تا آخر فیلم ما را همراهی کنین. 1.5 کیلو پوست تربوز است. حالا پاکدن شه براتان نشان میتیم. میتونم میشه که از مولی تراش پاک کنین و میشه که از تراشک امروی تراشک پوست کنین. کدوره تراشک هایی که دیجه هست بسیار زیاد تیز است ماشاءالله و بسیار خوب. اگر پوست دبل هم باشه بسیار براحتی میتونیم پوست شا بگیریم دور کنیم. تربوز به می شکل همیشه پوست میکنیم، بسیار آسان پوست میشه، مشکل نیست. بعد از این یک قالبک داریم، قالب میزنیم پوستشه. شما میتونیم به دلخواهتون هر شکل و دیزاینی که دوست دارین، هر شکل که دوست دارین ببخشین در پوست تربوز میتونین، یعنی به دلخواهتون قلبک و هرچی قالب که دارین میتونین دهش بزنین قالب. اسمه که ببینین این خورترکاش باقی مانده تربوز بود، همیشه برش کردیم. البته الله در جریان هستیم که برش کنیم. بسیار زیاد آسان است اما مدت زیاد دبر میگیره. این کارده که چپس است که امرای از این باقی مانده شه، یک دیزاینک های بسیار ساده و مقبول میتم. امیدوار هستم که خوشتان بیایه این شکل که ما برش کردیم. فعلا وزن کردم براتون نشان بتم چقدر است. 1.438 کیلو تقریبا 1.500 کیلو، هم 1.5 کیلو میشه. 1.5 کیلو شکر بر ما کار است، 1.5 کیلو پوست پاک شده تربوز. البته بدون پوست باید وزن کنین و همچنان 1 قاشق غذاخوری ایل چای و 1.5 دانه لیمو بر ما کار است. لیموهای کلان، البته از این طرف ها که است لیمو کلان است، لیموهای افغانستان یک کم خورد است، در اوج امکان داره 5 دانه به کار باشه. فعلا در آب فراوان جوش میدیم که آب از سر تربوز بلند باشه. البته این آب شما کار نداریم، ایره دور مندازیم، فقط سر تربوز آب پر کنن. هم یک خامبویی که تربوز داره توسط از این آب از بین میره کاملا. مدت 1 ساعت جوش میدیم، بعد از او از آب میکشیم تربوز. شما میتونین کمتر جوش بدین اگر خواستین، مدت 50 دقیقه میتونین جوش بدین، اما من 1 ساعت جوش دادم. بعد از مدت 1 ساعت در چلا صاف صاف میکنیم. قسمی که میبینین تست کردم که خوب صحیح کمک، یعنی 50% نرم شده. از امی آبش 1.5 گلاس میگیریم. شما اگر دوست دارین که تیره باشه 1 گلاس آب بگیرین. شکر در دیگ اضافه کردیم، آب همچنان 1.5 گلاس آب اضافه میکنیم و هر دو را با هم گت میتیم. منتظر میمونیم تا که شکر و همی آب با هم عل شوه. این مدت گذشت، قسمی که میبینین جوش آمد و فعلا در سر ازمی شربت پوست تربوز اضافه میکنیم. البته مدت 1 ساعت دیگه پختش میکنیم، یا 40 دقیقه یا 1 ساعت، هر قدر که حوصله داشتیم. ابتدا در گاز تیز میگذاریم، بعد از اینکه جوش آمد 15 دقیقه بعدش گاز پخش میکنیم و مدت 1 ساعت منتظر میمانیم تا که مدت بگذره بخیر.
بعد از او بر 24 ساعت در بالکن یا در خانه می گذاریم که سرد شوه. 24 ساعت از سر امی مربای ما که گذشت، حالا فعلا قسمی که می بینیم 24 ساعت گذشت از سرش، فعلا بار دوم بر یک ساعت دیگه ایره در سر حرارت گاز می جوشانیم. ابتدا مدت تقریبا 20 دقیقه در گاز همی حرارت تیز جوش می دیمشه. بعد از 20 دقیقه یا نیم ساعت گاز پخش می کنیم تا مدت یک ساعت بگذره. البته این جوش سیوم است، هر جوش که دادیم یک ساعت گذشت. و آخر سر لیمو را اضافه می کنیم، آب یک نیم دانه لیمو. لیموی کلان است، فقط 3 دقیقه پیش از پختن آب لیمو را اضافه می کنیم. 3 دقیقه یادداشت کنین. و همچنان ایل چایم 3 دقیقه یا 2 دقیقه قبل از اینکه پخته شود اضافه می کنیم، به خاطر که امی بویش از بین نره، تازه بویش بانه در مربا. به هم می زنیم تا که ایل تماس کنه. قسمی که می بینین آبش به این شکل است، کمک آب یعنی تیره نیست، بعد از یک سرد شد تیره میشه. فعلا مربای ما سرد شد، بعد از اینکه مربا پخته میشه میگذاریم سرد شوه. بعد از سرد شدن بازم به هم میزنیم یک بار دوگم، بعد از او در ظرفک هایی که مناسب است و دوست دارین درش بگذارین و برای زمستانتان نگاه کنین. شما میتونین که بسیار زیاد از این مربا درست کنین برای زمستانتان، بسیار زیاد خوشمزه است، بی اندازه مزه دار است و بسیار اقتصادی هم است، یعنی بسیار ساده و عالی میتونین برای خود درست کنین، برای روزمره تان، برای زمستانتان بسیار زیاد یک مربای خوشمزه انشالله می داشته باشین. امیدوار هستم که راستی ببخشین، شما می تونین در داخل مربا از چارمغز، از پسته و از بادام، هر نوع میوه خشک را که دوست دارین می تونین در داخل مربا اضافه کنین و استفاده کنین، بسیار زیاد مزیش زیادتر میشه. ما صرف بر تزیینش از چارمغز و پسته شیرین استفاده کردیم، دیگه در داخلش استفاده نکردیم. شما اگر دوست داشتین استفاده کنین. ما وقتی که مربا را در مجموع نوشجان میکنیم میتونیم که همونطور امرایش نوشجان کنیم، یعنی اگر در داخلش هم نباشه میشه در رویش باش بدین، میده کنین و نوشجان کنین. بسیار زیاد مربای خوشمزه است. امیدوار هستم که این ویدیو خوش شما نازنینا آمده باشه. اگر خوشتون آمده لایک و سابسکرایب و فراموش نکنین، با دوستای نازنینتون شیر بسازین و کامنت های نازنینتون بنویسین، تا که دل خواهرتون با دیدن هر کامنت شاد شوه. و همچنان اگر صدای ما تغییر کرده شما تعجب نکنین، به خاطر که پروگرام ما قسمی بود که اونمو صدا در کامپیوتر ما بود و فعلا پروگرام درست کردیم و صدای خودم حال فعلا است. امیدوار هستم که سوالایی که بود حل شده باشه. تا ویدیوی بعدی شما رو بالای مهربان بسپارم. خداوند یار و مددگار همه شما نازنینا باشه.